تهیه کردید. و دنباله برنامه، کمیته پزشکی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای به دادستان تهران نسبت به سلامتی بهزاد نبوی و ابوالفضل قدیانی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در زندان به سر میبرند ابراز نگرانی کرده و خواستار ادامه درمان آنان در خارج از زندان شده است. بهزاد نبوی به 6 سال زندان محکوم شده است و پرونده وی در مرحله تجدید نظر قرار دارد. صالح نیکبخت وکیل بهزاد نبوی در گفتگو با فریده رهبر درباره موکل خود چنین میگوید: از لحاظ سلامتی من هم مانند همین کمیته پزشکی نگران هستم، به دلیل این که پزشکان معالج ایشون بارها از این که ایشون در زندان نگهداری بشه ابراز نگرانی کرده و گفتن این کار برای سلامت ایشون به ویژه از لحاظ قلبی که سابقه معالجه ماری قلب و همچنین عمل جراحی قلب باز داره نگرانی میاره و خطرات هستش، و همچنین با توجه به ناراحتی هایی که ایشون از لحاظ ستون فقرات و نیز مجاری ادراری دارن و برای ایشون مشکلاتی به وجود آمده و در 1 ماه اخیر هم 2-3 بار برای معالجه به بیمارستان اعزام گردیده است. با این وجود پی قانونی تهران هم تایید کرده که وی نباید در زندان و محیط های استرس دا باشه. من و همسرشون با امضای 1 نامه مشترک حدود 1 ماه پیش از ریاست قوه قضاییه تقاضا کردیم که به وضعیت ایشون رسیدگی بشه. کسانی هستن مانند دکتر ملکی، حامد روحی نژاد، عابد با خدا، آقایان بهزاد نبوی، قدیانی که دچار بیماریایی هستن که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارن. در قوانین کیفری کشور این زندانیان از چه حقوقی برخوردارن؟ ما از لحاظ قانونی و همچنین آیین‌نامه‌ای که این وضعیت‌ها رو تعیین می‌کنه هیچ مشکلی نداریم. برای این که طبق ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر این که به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه او در خارج زندان را صادر نماید. همچنین در آیین‌نامه اداره امور زندان‌های کشور در باز هم در ماده‌ای به نام ماده 239 آمده است چنانچه حسب تشخیص پزشک قانونی محکوم دارای بیماری صعب العلاج باشد یا امکان معالجه او در زندان وجود نداشته باشد و حبس موجب شدت بیماری یا تأخیر در بهبودش باشد یا قادر به تحمل حبس هم نباشد، به پیشنهاد رئیس زندان رای طبقه بندی زندان ها موظف است به مدت 1 ماه به او مرخصی عطا نماید که این مرخصی در صورت نیاز به طور مداوم قابل تمدید می باشد. اتفاقا مستاق بارزش در این مورد آقای بهزاد نبوی است و من در مورد سایر زندانیان البته خبر ندارم، ولی در مورد جناب آقای دکتر ملکی می دونم که با توجه به کدر سن ایشون و همچنین بیماری هایی که داشته باقی ماندنش در زندان ممکن است واقعا سلامتی ایشون رو به خطر بیاندازد.